بعد از رحلت پیغمبر آمد در مسجد اون خطبه رو خوند. شق القمری کرد در علم، در بیان، با اون قدرت، با اون صلابت راه رفتن، راه رفتن پیغمبر، منطق، منطق خاتم انبیا. چقدر گذشت؟ 10 شبی که بدن رو برداشتن، کانت کل خیار، کانت کل خیار. بده پیدان بدن نبود، شبه بود. اگر بری کنار قبر امام هشتم، مادر او زهراست. اگر بری کنار قبر سید الشهدا، مادر او زهراست. اگر بری در قبر بری، مادر اون 4 امام زهراست. اگر دنبال امام زمان بگردی، مادر اون صدیقه کبراست. همه همتتون را در خدمت به فاطمیت صرف کنید، فردای قیامت خواهید فهمید. پیغمبر فرمود به دخترش الویل و کل الویل، ویل کل ویل برای کسیست که به تو ظلم کرده. این یک کلمه. کلمه دوم اینه: والفوز العظیم لمن نصرک. فوز عظیم برای کسیه که تو رو یاری کنه. اون پرچمهایی که روز شهادت حضرت زهرا بلند میشه، همه اینها علمیه که به اسم نصرت او افراشته میشه و شما دارید به اون پرچم میگید ای دختر رسول خدا، ای بدعه خاتم انبیا، ای مادر سید الشهدا، اگر جنازه تو دل شب دفن شد، ما نبودیم خدمت کنیم، این خدمت ماست امروز. فردا که بود وعده جنات نعیم، تسلیم کنم هرچه غلامی دارم. این چند جمله گفت یا علی به اولاد من تا قیامت سلام مرا برسون. یعنی چه؟ بعد از اون کلمات، این کلمه یعنی چه؟ با اون علم محیطش این مجلس رو دید، دید در این مجلس هم چقدر سیده. این فاطمه تا روز قیامت انتشار نسلش رو دید، خواست بگوید شما اولاد منید، بر من چه گذشت؟
وظیفه هر علوی، وظیفه هر علویه اینه که روز سوم جماد ثانیه در این مملکت با سر و پای برهنه مردانشون بیایند در کوچه و بازار، بگویند ای مادر ما این جواب سلام ما. خوشو از خاک قبر کشید، همچنون که دست رو کشید حاج علیه الهور، اون هم چه کسی؟ کسی که دنیا و آخرت را از دست داده فقط خدا. اون چه هست در نظر او نه بهشته نه جهنمه نه دنیاست نه آخرت، فقط ذات قدوس حق، یک همچه قلبی، یک همچه روحی. وقتی دستشو کشید حاج علیه الهود گفت ای کاش من هم مرده بودم. نفسی علیه